این مواقع این اسیر این صحبت ها نشه. آقا ایران رو میخوان تجزیه کنن، آقا تجزیه طلبن اینها، آقا اینا. مقدار جان میخوای تو این وقت دو سه دقیقه راجع به این مسئله تجزیه هم یه صحبتی بفرمایید؟ حتما حتما. این جریان تجزیه طلبی هم میهن عزیز من، وقتی شما همتون در این موقعیت گرسنگی و تشنگی قرار گرفتید، اون موقع شما حتی عزیزترین کس خودتون رو حتی اسمش رو به یاد نخواهید آورد. این که این تجزیه میشه و اون تجزیه میشه و اینجا رو میکنن و اونجا رو میکنن و یه مش فاحشه فیسبوکی دوباره قلم به دست و این روی این تپه های بورلی هیلز هم نشستن و فقط یک سانتی متر از خاک ایران هم نباید از ایران جدا بشه و این رو سال هاست که رژیم از این استفاده کرده و یک بخش بزرگی از ملت سرزمین ما رو ساکت کرده و در خونه نشونده. اگر آذربایجانی، اگر خوزستانی، اگر نمیدونم استانه نمیدونم چهارمحال و بختیاری، اگر سیستان و بلوچستانی هم امروز در دست ملت شریف اون مناطق قرار گرفت، شما نگاه بکنید در تمام این استان خوزستان، مگر ما چند هزار نفر مثلا عرب ایرانی داریم؟ مگر فقط ما عرب ایرانی اونجا داریم که از این بترسیم که عربهای ایرانی ما خوزستان رو اونجا ببلن رو ببرن برای خودشون، نمیدونم اونجا برای خودشون یه دونه کشور تشکیل بدن؟ همچین چیزی نیست. من بارها و بارها در یه سری از شهرهای خوزستان بودم، آبادان بودم، دوستانی دارم، خیلی از دوستانی دارم. شاید تمام جمعیت عربهای ایرانی ما شاید 10-20% باشه. تو این چندین ویدیو هم دیدید که همشون جاویدشاه میگفتن. از این چیزا نگذارید که این رژیم کثیف اهریمنی استفاده بکنه. این که شما هیچ چیزی ارزشش بیشتر از جون و زندگی یک بار شما نیست. فقط شما یک بار به دنیا میای و یک بار زندگی میکنی. شکمت باید هر شب سیر باشه و لبت سیر آب. شما باید آب و نون رو تو اول داشته باشی بخوری، بعدن به مرزهای نمیدونم امپراتوری بزرگ نمیدونم ساسانی و اشکانی و هخامنشی فکر بکنی. به این چیزها فکر نکنید. هم میهنان ما سرزمینمون رو با سخت‌ترین شرایط ترک میکنن و میرن در افغانستان و نمیدونم پاکستان و آذربایجان و این برانور زندگی میکنن. بگذرید از این چیزها، دوران این مسائل گذشته. همون کسانی که میان به پرزیدنت ترامپ فوش میدن، بله این میخواد مرزها رو ببنده، مرز امروز دیگه دولت جهانی تشکیل شده، دهکده جهانی، همونهایی که از این کثافت کاری های زر میزنن و در این بر اون بر کثافت میپراکنن، میان امروز میشنن که یک سانتی متر خاک ایران نباید، به خاطر این که سرزمین ما باید نمیدونم حفظ بشود، اون نمیدونم مرزها، اون گربه نمیدونم نشسته بر این کثافت هایی که از دهن حرامزاده مثل علیرضا حرامزاده، سید علیرضا حرامزاده میاد بیرون. همون را تکرار میکنید. دوباره ابزار دست رژیم اهریمنی نشید. این چیزا رو این برانور پخش نکنید. ایران تجزیه نخواهد شد. اگر هم ایرانی تجزیه خواهد شد یا شد یا نمیدونم یه استانی جدا شد، مگر بقیه ایران مردند؟ مگر بقیه نمیدونم استانهای ایران 70%، 60%، 75%، 90% مردم ایران مردن که بذارن اجازه بدن که مثلا تمام ایرانی ها یا تمام بختیاری هایی که در سیستان استان خوزستان زندگی میکنن، اینها مثلا بیان اجازه بدن که خوزستان ما جدا بشه؟ مسئله نفت و اینا رو هم ازش بگذرید. نفت و اینا ما احتیاجی نداریم. هم میهن عرب من در خوزستان، نفت یا گاز یا این منابع طبیعی چیزهای کثیفی هستن که اجازه دادن رژیم اشغالگر 43 سال بر گرده ما سوار بشه و خون ما رو بمکه. ما واقعا نیازی به این مسائل نداریم. امروز در اقتصاد آزاد جهانی حتی کشورهای فقیری که جنوب آسیای شرقی و ویتنام به چنان اقتصادی، حتی با دولت کمونیستی خودش، به چنان اقتصاد شکوفایی رسیده که اصلا ما خوابش رو هم نمیدیدیم. نگاه به کره جنوبی بکنید، اینا هیچی ندارن. ما هم منابع طبیعی داریم، هم موقعیت جغرافیایی داریم، هم مغزشو داریم، هم آدمهای تحصیل کرده و کاردان و کسانی که شرکتهایی رو داریم که فقط از امریکا چندین شرکت ایرانی بیان ایران رو میتونن ظرف 5 سال بسازن. از این چیزا نترسید. از منافع کوتاه مدت و چند ماه و چند ساله و اینها بگذرید.
بگذارید به اون بهشت برین بعد از این رژیم کثیف اهریمنی برسید.